با سلام، سیامک هستم با نقد و بررسی بازی God of War 3 نسخه ریمستر که چندی پیش رو کنسول PS4 عرضه شد در خدمتتون هستم. همینطور که میدونید ما الان تو دوره زندگی میکنیم که انتشار دوباره بازی یا انتشار با کیفیت تر بازی یه اتفاق عادی شده و بعضی از بازیهایی که فقط یه سال از عرضه اولیهشون میگذره هم ممکن ریمستر بشن. مثال بارز اون هم بازی لساواس که اواخر دوره نسل قبلی کنسول ها عرضه شد. با توجه به استقبال فوق العاده ازش تو اولین سال نسل جدید کنسول ها هم شاهد ریمستر شدنش بودیم. واسه اینکه این روزا بازار ریمستر کردن بازی داغه. اون راجع به God of War 3 ریمستر شده میخوایم صحبت کنیم. ببینیم اصلا ارزش داره بازی ها ریمستر بشن یا نه. اول از همه بگم من خودم از تصمیم سونی برای انتخاب God of War 3 به عنوان اولین God of War ارائه شده برای PS4 یکم تعجب کردم. اصلا چرا God of War 1 و 2 نه؟ اون جواب این سوال رو خود سونی داده که ما میتونیم با سرویس پلیستیشن نا God of War 1 و 2 رو برای PS3 که برای PS3 عرضه شده بود رو با PS4 بازی کنیم، که البته بر کاربران داخل ایران به نظر من یه جورایی غیر ممکنه. دو جایی که من میدونم باید استریم بازی کنیم، یعنی لایف باید بازی کنیم بازی، و نیاز به سرعت اینترنت بسیار بالایی داره. اونایی که سرعت اینترنتشون فوق العاده بالاست میتونن بازی کنن، ولی من نیدم با توجه به خبری که از SPI داخل ایران داریم. به نظر من نمیشه با این ISP معمولی و اینکه سر اینترنت خاصی داشته باشه. اما اگه شما تو سری God of War اصلا تازه واردید، پیشنهاد میکنم که عنوان قبلیشو هر طوری که هست گیر بیارید و بازی کنید، حتی اگه داستان بازی براتون مهمه. این God of War 3 دقیقا وسط داستان شروع میشه و مطمئنم که حداقل نظر داستان گیجتون میکنه. نسخه ریمستری که تازه ارائه شده خیلی شبیه نسخه PS3 و تفاوت زیادی نداره. چند تا از تفاوت های بارزش اینه که تو نسخه ریمستر شما میتونید اسکرین شات بگیرید تو بازی، از هر نمایی که دوست دارید میتونید اسکرین شات بگیرید. حتی مشابهش رو تو لست و باسن دیده بودیم. آپشن خوبیه برای بازی به نظر من. میتونید فیلتر بهش اضافه کنید، قاب بهش اضافه کنید، اصطلاحا قاب عکس اضافه کنید بهش. هر وقت عکستون آماده شد نور و اینا هر چی رو خواستید تنظیم میکنید. هر وقت عکس به نظرتون آماده شده برای اینکه به قول معروف سیوش بکنید، دکمه شیر کنترل PS4 رو میزنید و به قول معروف سیوش میکنید، اسکرین شات از کل صفحه میگیره. یه تفاوت دیگه نسخه ریمستر شده تکسچرهای بازی که نسبت به نسخه PS3 بیشتر بهش پرداخت شده. مثلا جزئیات محیط و کاراکترها خیلی بهتر شده. مثلا نور پردازی بازی هم از نظر من خیلی بهتر و قشنگتر شده. تفاوت عمده دیگه‌اش میدونی که رو 1080p و 60 فریم بر ثانیه دارید بازی میکنید God of War ریمستر شده رو. نسخه قبلی که رو PS3 بود 720p بود و 30 فریم بر ثانیه. به غیر از این تفاوتایی که گفتم، بیشتر ظاهریه، خود روح بازی همون بازیه که 5 سال پیش ریلیز شد. به نظر من این تفاوت کم هم چیز خیلی بدی هم نیست. اما برای کسی که نسخه 1 و 2 رو بازی نکردن، احتمالش داستانه اتمالا داستان این بازی خیلی برشون جذابیت نداره، مخصوصا اینکه این God of War 3 پایان سگانه God of War. این God of War 1 و 2 داستانش دا وسطاش ادامه پیدا کرد، به 3 رسیدیم، این 3 داستان رو تموم میکنه. این فرانچایز God of War تو God of War 3 تموم میشه. نسخه های بعدی اگه بساخته بشه احتمالا پریکوئل خواهد بود. یعنی حالا دیگه اسپویلش نمی کنم، خودتون بازی کنید و لذت ببرید. اما به نظر من بزرگترین مشکلی که تو بازی وجود داره، بدیهاش هم بگیم، نظر شخصی من فقط، اینکه دوربین توش ثابته.
انتظار داشتم تو نسخه ریمستر دوربین رو با قول معروف با رایت استیک بتونیم جابجا بکنیم. حتی شاید بعضی فکر کنن که یعنی دوست داشته باشن گادافور همین شکلی باشه، تغییری هم نکنه حتی دوربینش، اما اگه به عنوان یه آپشن میذاشتن تو بازی نظر من خیلی خوب بود. این کار تو متال گیر سالید 3 نسخه اشی کالکشنش انجام دادن، همونجور که میدونید نسخه PS2 دوربین ثابت بود، اما تو اشی کالکشنی که برای PS3 ریلیز شد هم میتونستن دوربین ثابت بازی کنن، اونایی که دوست داشتن میتونستن تغییر بدن و با رایت استیک دوربینش رو بتونن تغییر بدن. اما یکی از فکر میکنم جذابیت گاد آف وار سلاحای بازیه که تو این بازی هم به اون خیلی پرداخت شده و هر به قول معروف باس فایتی رو که رد میکنید یه چیزی از اونو میگیره، یا توانایی یا شمشیر ازش میگیره. مثلا اون شمشیر آتنا گرفته دستکشه که شبیه کله شیر بعد از شکست دادن هرکول ازش میگیره. مثلا من پرداختم به این سلاح ها از جذابیت گادافاره نظر من، این سلاح های منحصر به فرد و تغییر اون تو بازی که بتونیم هر جور که دوست داشتیم با یه سلاح خاصی رد کنیم. تو بازی هم از چنگایی همیشه به قول معروف این تو تمام گادافارا بوده، یه سری معما روبرو میشیم که معماهای خیلی سختی نیستن، یه جورایی میشه گفت مثلا مثل زنگ تفریح وسط فستیوال هموم خونه بازی. از این هم که بگذاریم راجب تروفی هم تا اونجایی که من مرورشون کردم مثل نسخه قبلی و تغییر زیادی نکردم. در کل بهتر شدن تکسچرهای بازی به علاوه رزولوشن بالاتر و به علاوه بالا رفتن میزان فریم ها از 30 به 60 فکر کنم برای فنای با تجربه و فنای سرسخت گاد آف وار جور کریسمسه. کنترل قوی تر PS4 نسبت به PS3 و این عواملی که گفتم همه دست به دست، واقعا حتی کنترل هم تاثیر داره نظر من تو تجربه جدید گاد آف وار، همشون دست به دست هم میده تا لذت دوباره این بازی واسه فنای قدیمی تر و واقعا معروف فنای سرسخت بازی جذابیت بازی دو چندان بشه. من خودم یکی از فنای سرسخت بازی هم، به نظر من گاد آف وار ریمستر شده هم برای تازه واردها و هم برای فنای قدیمی میتونه جالب باشه، یه جور جهش رو به جلو. امیدوارم عنوان بعدی گاد آف وار هم تو راه باشه. حالا عنوانی که هست بعد از گاد آف وار میدونیم که اسنشن اومد، حالا زمزمه های مبنی من ریلیز نسخه حالا بشه گفت 4 تو راهه، ولی هنوز تایید نهایی سانتا مونیکا نشده. فعلا با همین گاد آف وار ریمستر ورود کریتوس رو به نسل جدید جشن میگیریم تا ببینیم سانتا مونیکا چه برنامه برای عنوان بعدی گاد آف وار داره. از نظر قیمت هم به نظر من 40 دلار قیمت مناسبیه واسه بازی. میدونید که قیمت نرمال بازی این روزا 60 دلاره، 40 دلار برای این بازی نظر من قابل قبوله. یا همه میدونیم دیگه این روزا عناوین ریمستر و HD خیلی زیاد شده، اما به نظر من یکی اونم باید دست بدید. مرسی، تا بعد.